با نام خدا شروع میکنیم. موضوع امروزی که در خدمتتونیم در ارتباط با فصل 13 اقتصاد مهندسی در ارتباط تجزیه و تحلیل نقاط سخت سر و نحوه بازگشت سرمایه میباشد. در ابتدا تو این بخش بخواییم بگیم که چه موضوعاتی رو شما باید یاد بگیرید که نقطه سر به سر رو پیدا کنید به صورت یک پارامتری و نقطه سربسر برای دو تا گزینه مختلف و در انتها هم در بحث تجدید تحلیل بازگشت سرمایه خواهد. در ابتدا بخواییم اگر نقطه سربسر تعریف کنیم اینه که مقدار پارامتری که دو تا عنصر رو با هم چیکار میکنن برابر میکنن به این میگن نقطه سربسر. حالا پارامترها یا متغیرها میتونن درآمد باشن، هزینه باشن، عرضه باشه و تقاضا که میتونه برای یک پروژه باشه یا برای دو تا پروژه مختلف باشه. اگه برای یک پروژه باشه به نام QBE نشون میدم که باید صورت از روابط و اینا محاسبه میشه. اگه بین دو تا گزینه باشه یکی از پارامترهای P و A و F و I و N متغیر میشه و بقیه ثابت. حالا راه حل اگه بین دو تا گزینه بود به یکی از این روش ها انجام میشه، یا راه حل مستقیم داره یا به روش آزمایش خطا است و یا به وسیله توابع و ابزارهای صفحه گسترده اکسل و نرم افزارهای تون آیتم هایی به نام گوالسیک یا سالور میتونید استفاده کنید. خب اومده در ابتدا بحث مدل هزینه درآمد برای یک پروژه رو مطرح کرده. برای یک پروژه گفتیم مقدار سربسر با QBE نشون میدید. Q کمیت که میتونه مقداری از متغیر مورد نظر باشه، به عنوان مثال سال واحد باشه یا ماه ساعت باشه. برای محاسبه این کمیت سربسر ما نیاز به هزینه ثابت داریم. هزینه ثابت نام fixed cost یا هزینه متغیر VC تعریف میکنیم که باز خود هزینه متغیر به ازای هر واحد V میتونه تغییر کنه. اگر بخوایم که حالا هزینه ثابت رو داریم، هزینه متغیر رو داریم، هزینه کل رو بخوایم برآورد کنیم، هزینه کل میشه چی؟ مجموع این دوتا پارامتر. خب برای اینکه بخوایم این نقطه شکست یا نقطه سربسر رو پیدا کنیم باید بین R و TSE بیاییم نمودار بکشیم. R میشه انگار میزان مقدار واحد فروخته شده که درآمد هر واحدش هم باشه چی؟ آر کوچیک. پی میتونه مقدار درآمد باقی مانده پس از چی باشه؟ هزینه ها. خب پس ما میایم که مقدار سود رو با پی تعریف میکنیم. پی برابر با آر منهای چی؟ TC. TC بوده هزینه های کل هزینه هامون و آر میشه مقدار درآمد همون. اگر ما سود رو بخواییم حساب کنیم مقدار درآمد از هزینه کم کنیم میشه مقدار سودمون. خب که میشه برابر با آر منهای FSC و VSC. حالا اگر که بخواییم بگیم که در بهترین حالت این وقتی که این دوتا برابر با چی قرار بگیرن؟ برابر با همیانسی با صفر قرار بگیرن و این حالت اون نقطه سربسر برای ما چی؟ محاسبه میشه. حالا اگه برابر با صفر قرار بدیم آر میشه با TSE و از اونجا کیومون نقطه سربسرمون که اینجاست نشون داده میشه. خب گفتیم آر با TSE برابره. خود آر رو گفتیم که اگه درآمد هر واحد بشه ضرب در اون تعدادش میشه آر کیو برابر با هزینه TSE، هزینه ثابتمون، اینم هزینه چی؟ متغیرمون. وی هزینه واحد متغیرمونه، کیو هم که چی؟ تعدادیه که داره انجام میشه. خب از کیو فاکتور میگیریم برابر رو بر قرار میدیم FSC میشه آر منهای وی. خب اینجا شکلی رو که اگه میبینید شکلی وجود داره که به نام آر، یکی بعدی چی؟ TSE. TSE بود که FSC QC FSC VSC آر هم بود که چی؟ میزان درآمدامون. این دوتا رو اگه بکشیم و تقاطع بدیم مقدار کیوی BE حساب میشه. این برای چی؟ یک پروژه دیگه. خب حالا این میتونه خطی باشه، میتونه چی؟ غیر خطی هم باشه.
اما اینجا با چیزی که الان نشون دادیم به عنوان چی؟ خطی نشون دادیم. پس بین خطی و غیر خطیش هر دو صادقه. و تو خیلی از پروژه واقعیت دیده که خطی نیستش و همیشه غیر خطیه. و شما میتونید توی قسمت ریاضی مهندسی استفاده کنید. میتونه مثلا خود همین توابع نمایی باشه یا ای به توان ایکس باشه. اگه در اون حالت شد باز اینا رو با هم تقاطع میدید و میزان کیو بی ای رو چی؟ محاسبه میکنید. واضحه؟ خب اومده حالا یک مثال گفته توضیح بده. گفته که یک صنایع اینجا که تولید کننده اصلی دمپرهای دیورتره. توضیحاتش رو یکمکی خلاصه کنیم. یه معمولاً 60 تا تولید میکنه، اما به دلیل بهبود شرایط اقتصادی 72 تا در ماه هم ممکن شده. پس جای 60 تا میتونه 72 تا تولید کنه. بعد گفته که هزینه ثابتش 2.4 میلیون برای هر ماهه. خب هزینه متغیر هر ماهش 35000 دلاره و درآمد هر واحدش هم 75000 دلاره. بعد گفته که افزایش صد تولیدات 72 واحد در ماه چگونه با نقطه سراسر فعلی مقایسه می شود یا سطح سود فعلی تسهیلات در ماه چقدره و تفاوت بین درآمد و هزینه متغیر هر دمپر که برای شکستن حتی در صد تولید ماهانه به میزان قابل توجهی 45 واحد ضروریه در صورت ثابت مانند هزینه ثابت چیه؟ خب یعنی الان 45 شد باید حتما تولید بشه. آره یعنی 60 حالت سوددهیشه. 72 تا خوب داره، خیلی خوب داره کار میکنه. 45 اگه سود نده ضرر داره. بله این نقاط رو داده، وی او آر هم داده، اف اس سی هم داده. خب کیوش انگار مجهوله. آره الان کیو رو محاسبه میکنیم. کیو رو اومده حساب کرده، گفته اف سی خودش بود 2.4 دیگه صفرشو زده دیگه. خب نه خیلی درست میگن 2.4 بوده. آر و وی هم یکی 75 بوده که 35. آره چرا 35؟ خب میگم 35000 75000 بوده. 45 بود دیگه. نه 35 بود وی که 35 بود. آه وی 35 بود، اون 45 آر هم حالت چیز بود. خب پس اینا وی آر کوچیکه دیگه. آره که ما اینجا بزرگ گذاشتیم، پس این اشتباهی. خب 75 بین 35 تا، اونم 2400 تا. پس ما هزینه نقطه سربسترمون میشه 60 تا در ماه سود خواهد. 60000 تا در ماه. آره 60000 تا در ماه. اگه قبل از این باشه پروژه توجیه نهاره. تا 60 تا توجیه داره دیگه. نه دیگه نقطه سربستر شدینه 60 میشه. برای 75000 تا یا برای 72 تا یا برای 60 تا؟ یعنی چی برای 72 تا 60 تا؟ من فکر میکنم این برای 72 واحد در ماه. البته اینجا خودش هم نوشته. نه این نقطه دقیقا سر به سر مونده. خب یعنی که اومده از 0 تا 60. یعنی اگه این نقطه بذاریم پروژه در حالت تعادله. همینه. اگه بیشتر بره سود میکنیم، کمتر باشه چی؟ ضرر میکنیم. ما الان واقعیت میگه تو 99% کارامون تو این قسمتی اصلا به نقطه سر به سر نمیرسیم. حتی در طور کار خودمون هم همینجوریه. یعنی ما خب اومده آر رو کشیده. آره اینه کیه؟ تی سی اینجاست و نقطه سر به سر هم در بوده چی؟ 60 تا. حالا گفته آقا میخوایم چی؟ 72 تا بعد تخمین سود کنیم در کیو 72. 72 داشتیم اصلا؟ 72 آره دیگه گفته بود. 72 تا الان امکان پذیره. الان اگه 72 تا بدیم چقدر سود میکنیم؟ تا 60 تا که میشه چی؟ برابر. یعنی سود و ضرر خیلی برامون وجود نداره. خب گفته اگر که 72 تا بزنید میشه 480 تومن، 480 دلار در ماه سود میکنیم. تازه این از این به بعد سوده. یعنی چقدر تعداد از 60 تا بیشتر بره اصلا 60 تا بیشتر سوده. اگه قبل از اون بشه سودی؟ آره نداره. خب چرا 480 تا پشت 480 هزار تا در ماه سود وجود داره؟ حالا باید تعیین تفاوتش بین کدوم یکی؟ بین حالتی که سودش صفره. خب یعنی 60 تا فکر میکنم با کیوی 45 تا. نه دیگه گفته کیوی 45 تا الان داره تولید میکنه. خب درسته؟
گفته اگه 45 الان تولید میکنه، حالا اون 72 تا هم که الان انگار درخواست اومده، حالا یا نه؟ فکر میکنم 72 تا حالتیه که به خاطر شرایط اقتصادی الان میتونه تولید کنه، 60 تا ظرفیت کارخونه است، یعنی کارخونه برای 60 تا داره راه انداخته شده. حالا این 45 حالتیه که گفته بررسی کنید با 45 تا کارخونه سوددهی داره یا نه. حالا ما رسیدیم به اینکه سوددهیش گفته چی؟ اسپریبین آر و وی باید چی؟ 53,000 و اینقدر باشه. اگر وی روی چقدر باشه؟ 35,000 دلار بماند. درآمد هر دمپل باید از 75,000 تا به 88,000 تا اضافه بشه. چطوری حساب کرده؟ این مقدار رو به علاوه چی؟ 35,000 تا کرده. تا فقط سر تولید روی 45 تا بمونه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی اگر ما بخوایم که سطح تولید رو ببریم روی چی؟ 45 تا. بعد هزینه های فروشمون رو بیشتر باید ببریم بالاتر. بعد هزینه ما الان یک موزلی که تو کشورهای جهان سوم داریم اینه که تولید عرضه و تقاضا بود با هم همخوانی نداره. به این خاطر هزینه های تولید اون میره چی؟ بالا. اما اگه هر چی تقاضا بیشتر باشه سبب میشه که هزینه تولیدمون بیاد چی؟ پایین‌تر. این نقطه سر به سره خیلی کاربرد داره برای اینکه سطح عرضه و تقاضا رو با هم چی؟ یکسان کنیم. اگر که باید از یک میزانی باید بخوام اینو بیشتر تولید کنیم، خب اونجا باید ببینی که هزینه‌ای که تولید میشه برامون چقدر در میاد. بعد از اون یکی باید زیاد تولید کنی قیمت عرضه میاد پایین. یعنی وقتی زیاد تولید میشه ها، نه باید خیلی زیاد بشه نه خیلی چی؟ همه چی باید متعادل باشه. خب باید اومده اینجا روی اون نقطه QBC صحبت کرده. حالا گفته که اگر چی داشته باشیم تو دو تا پروژه داشته باشیم. آره همینه گفته؟ فکر کنم آره. بعد میگه بین دو تا گزینه دو تا پروژه اون ارتباطشون رو باید پیدا کنیم. انگار یعنی چه کار میتونیم بکنیم اینجا؟ خواهر ما مثلا دو تا پروژه مختلف داشته باشیم، بخوایم بررسی کنیم چه نقطه ای هر دو پروژه از چه نقطه به بعد سود میدن، خط اشتراکشون. انگار هم چیزی میگه پس گفته دو تا گزینه. آره روابط هم نوشته که پی دبلیو ای دبلیو اف دبلیو رو جایگزین کنید، معادل سازی کنید، حالا حلش رو برای متغیر سر به سر از اینجا حل کنید. خب این اف سی، این چی؟ اف سی یک، این اف سی این یک، این دو، یک دو. اونم تی سی یک، اینم تی سی چی؟ دو. چرا اصلا این رفته بالا و اومده پایین؟ بعد آقا گفته این قسمت این آبیه، گفته ارزش چیه؟ زیر نقطه سر به سره. انتخاب هزینه متغیر بالاتره. حالا اون رفته بالاتر، گفته هزینه متغیر چی؟ کمتر، ارزش بالاتر. تو شکل قبلی هم داشتیم؟ شکل قبلی اینجوری نبود. شو شکل قبلی چرا دیگه؟ این نقطه داره میاد به جه که بره بالا اومده میاد. ایوان خب تی سی میشه توتال کاست، فی میشه فیکس کاست، یک فیکس کاست این بعد یک فیکس کاست هم اون طرف داریم. حالا چرا این فیکس کاست میاد اینجا بعد میره بالا؟ من هم میخوام که شما متوجه بشید این همه کتاب رو چک کردی، آبرو زحمت کشیدی درست کردی. الان تو مسئله واقعی ما چرا این کار رو اصلا داریم میکنیم؟ دنبال چی؟
در این چیزی که تو ذهنمه میگه که این دوتا حالت رو با هم بررسی میکنیم. چرا اصلا میخواییم بررسی کنیم؟ خب که به یک نقطه اشتراکی برای هر دوتا برسیم که یک معادلاتش رو تشکیل بدیم. مثلا فیکس کاستمون چیه؟ مثل همون 60 واحد اوله توی مثال قبلی. اگه چه مثال کاربردی تر باشه؟ یعنی مثال کاربردی روزمره. خب همون مثال قبلی هم اما فرض کنید یک شرکتی داریم دو تا پروژه داره. آره. یا توی یک شرکتی داریم تعداد نیروی اداری چقدر باشه بهتره؟ خب مثلا ما میتونیم بگیم این شرکت حداقل باید یک سری کارگر داشته باشه، یک تعدادی داشته باشه. خب اون نقطه ای که چیزه یعنی تقاطع دارن به هم دیگه، اون تعداد مشخص اون تعداد کارگره از نظر چیزی که من دارم بهش فکر میکنم. خب طبیعتاً اگر کمتر باشه یعنی کارگرا کمتر باشن باید ساعت بیشتری کار کنن، اگر کارگر بیشتری باشه باید ساعت کمتری کار کنه، خب تا تعادل ایجاد بشه دیگه. یعنی چطوری میتونه تعادل قرار باشه بگیره؟ مثلا ما برای یک پروژه داریم مثلا وقت ما یک ساختمون مثلا 5 طبقه بسازیم، چند تا نیرو باید ثابت داشته باشیم، چه هزینه‌ای رو داریم؟ خب این همه متغیرهاست دیگه. مثلا ما تعداد کارگرمون میتونه متغیر باشه، هزینه ای که داریم حالا به خاطر شرایط اقتصادی میتونه متغیر باشه. نه نه فیکس پرایس یک هزینه های ثابته. چی شد؟ آره هزینه های چی تو کار بکنی چی کار نکنی، مثلا چی 45 تا واحد تولید کنی چی 20 واحد تولید کنی، اون هزینه ها هست، هزینه های شرکت هست. مثلا مثل برق، مثل آب، مثلا هر چیزی که هر چیزی که اونجا داری یک سری هزینه ثابت داره، یک سری هزینه متغیر داره. هر چی بتونی اون هزینه های ثابت تو ازش بیشترین سود رو حاصل کنی بردی. از هزینه های ثابت؟ آره آره. یعنی هزینه های ثابتمون که کم که نمیشه؟ کم نمیشه. مثلا شما مثلا توی یک اداری مثلا 100 نفر نیرو داری، اگه اون 100 نفر دو تا پروژه انجام بدن، شما اون یک مثلا یک پروژه هزینه های خودشون رو جبران میکنه، یک پروژه بعدی سوده. اما اگه نصف پروژه انجام بدن شما دیگه هزینه های ثابتت میره، هزینه های ثابتت میاد سنگ شکن میشه رو هزینه تولیده، بعد هزینه تولیدت میره بالا. وقتی مثلا شما یک مثلا با 100 تا آدم مثلا میتونی دو تا برج بسازی، اگه 3 تا برج بسازی یک برج دیگه سودته. متوجه شدی؟ میگم تو مثلا قبلی ما تا 60 تا اگه بسازی توجیه داره که هزینه ثابت بود اون 60 تا پخش بشه، اگه از 60 تا رفت تو 72 تا هزینه تولید بود اومد پایین. حالا از اون وقت اگه میومد تو 45 تا مجبور شدیم گرونتر بفروشیم. این کار برده داره توی همه چیز میتونه تاثیر داشته باشه، حتی تو زندگی روزمره‌مون که ببینیم از اون وجودی که داریم چقدر بازدهی داشته باشیم بهتره. خب این اومد این چی گفته؟ یک مثال دیگه است. حالا گفته که یک محصول دهقانی یک سنگ بتونی سطحی با کیفیت عالی و غیر لغزنده تولید میکنه، یک دستگاه اتوماتیک داره هزینه اولیه 23000 دلار، ارزش نژاد تخمینه 4000 دلار، عمرش هم 10 ساله. یک نفر پایین دستگاه است با هزینه 40 ساعت با هزینه ساعتی 40 دلار کار میکنه. خروجی مورد انتظارش 8 تن در ساله، 8 تن در ساعته، 8 تن در ساعته. هزینه نگهداری و عملیات سالانش هم 3500 تا باشه. بعد گفته ماشین نیمه اتوماتیک داره هزینه، خب میفهمم باز حالت بعدیش باری کنه. پس این گزینه اولو تموم کرد، اول گزینه دوم. حالا گفته یک ماشین نیمه اتوماتیک هزینه اولیش 8000 دلاره، ارزش فروش نداره، عمرش 5 ساله است، خروجیش 10 تن در ساعته. یک اپراتور با مهارت تر باید بشینه با نرخ 60 دلار در ساعت. هزینه نگهداری و بهره برداری سالانش 1500 دلاره. پروژه ها
بازیشون هر دو 10% باشه، چند تن سنگ تماشا در سال باید تولید شود تا هزینه خرید بیشتر دستگاه تمام اتوماتیک توجیه شود. پس اولی بود تمام اتوماتیک، دومی بود نیمه اتوماتیک. نیمه اتوماتیک. حالا تمام اتوماتیکه هزینه اولیش 23,000 تا، این هزینه اول چقدر؟ 8,000 تا. پس اون بودن سه برابر ما پول بدیم. تقریبا آره. فقط این هزینه ساعتیش 40 دلاره. 60 دلاره. این بعدش میخرن. آره 4,000 تا میخرن بالایی رو. بالایی رو 4,000 تا میخرن؟ آره. پایینی رو نمیخرن. پایینی هم نمیخرن. بعد هزینه رو مطرح ریت آف ریترن هم چقدره؟ 10%. هزینه نگهداریش هم بالایی 3,500 تا است. پایینی 1,500 تا. حالا باید ببینیم که بین این دوتا اولا همون کیوی هر کدوم چقدره؟ باید ببینیم که توجیه کدومی که توجیه داره. این شرط توی همه کارهای ما الان وجود داره. خب انوار ویسی رو اومده حساب کرده 40 تا تقسیم بده انگار هر یک نیروی که ویسی اصلا چیه؟ متغیره. اون اف سی نیست دیگه، اف سی ثابته، وی سی چی؟ متغیره. خب متغیره 40 ساعت در 40 دلار در ساعت، در ساعت هر با. یک ساعت 8 تن تولید میکنه. خب یک ساعت چقدر؟ ولی کلا یک سال چند تن باید تولید بشه؟ یعنی میخواد بدونه که چند تن ها برای این بار اولی رو ما بر اساس تن به دست میاریم. تن دلار. تن دلار. آره واحدش اینجوری میشه. تن ها که با هم میخوره که عزیزم. پس هزینه به سال. آره تو درست میگیم دیگه، درست میگیم دیگه، 5 ایکس بر اساس دلار میشه. آقا آخریش خروجیش میشه چی؟ 5 ایکس بر اساس توی یک سال ما پروژه مون نمیره هزینه است دیگه، نمودار سال میکشیم. تو 5 سال میخوایم صحبت کنیم، مثلا این مسئله ببریم توی چند سال، تو سالیانه بررسی کنیم. هزینه اجرای انوال کاستمون سالیانه بود دیگه. اه. پس این اولی بریم تو چی؟ سال. تو سال شد چی؟ 5x. خب حالا گفته VSC، VSC شو اومده چی؟ حساب کرده دیگه، گفته AWG چیه؟ 23,000 تا. 23,000 تا چی بود؟ هزینه خرید اولیه. اینو میاد تبدیل به چی میکنه؟ حالا A. بعد خودش چی داره؟ F داره. F داره که 4,000 باز اونم به A تبدیل کرده. 3,500 تا هم خودش داره. 5x هم چی؟ که این بالا هزینه چیز دیگه، سالیانه ی اپراتورشه. خب این AWG شد اومده چی؟ یک معادله بر اساس چقدر؟ بر اساس x انگار یک معادله به دست خورد. این تا اینجا مال چی بوده؟ حالت اول. میره حالت دومی، باز 60 دلار رو گذاشته، 10 تن شده 10x. بعد باز انوارش اومده حساب کرده که شده یک معادله که شده چی؟ 3,610 دلار منفیش منه چی؟ 6x. دو تایی رو برابر هم قرار داده تا دو تایی رو قرار داده اومده گفته اینا در حالت تعادل اینه که با هم برابر باشن دیگه. برابر باشن یعنی که اینو قرار بدی x میشه چی؟ 3,162 تا. اگر هر کدوم اینقدر تولید کنن آره اینوار، چون سوال از ما گفته بود اون حالت نیمه اتوماتیک باید چند تن تولید کنه، این 3,382 رو در 10 ضرب کنیم، اونها در 10 که ضرب کنیم آره دیگه حالت نیمه اتوماتیک رو به دست میاریم. خب الان چی گفتی؟ بعد انتظار میداره که خروجی بیش از حد باشه، دستگاه تمام اتوماتیک رو خریداری کنیم زیرا شیب وی سی 5 هم کمتر از شیب وی سی نیمه اتوماتیک 6 ولی شکل رو شکل هم که نداره. خب الان چرا اینجوری حساب کردیم؟ حالا فرض کنیم ایکس ای در اومد دیگه، اینجا قابله؟ حالا اگه این ای رو بذاریم ایکس در اومد الان چقدر اینجا؟ 5x. آره 5 ضرب داره ایکس که تونه 3,162 اینجا. خب این هم که بیان اینجا عمرش 10 ساله، خروجی چی؟ 10 تن. با این حال یک اپراتور فلان 60 تن هزینه نگهداریش هم اینقدره، انتظار میداد همه پروژه ها بازی 10 ساله چند تن
سنگ تموم شده در سال باید تولید شد تا هزینه خرید بیشتر دستگاه اتوماتیک توجیه شد. اگه ما 33,000 تا بود 3,000 تا اگه اونقدر تولید بشه این دستگاه اتوماتیک توجیه به خرید داره. این توی خیلی از کارهای روزمره ما میتونیم اینو انجام بدیم توی خیلی کارا. این نیست که فقط مال دو تا پروژه اینجوری باشه. خب پس ما تا اینجا اومدیم بین دو تا گزینه کیوهاشو حساب کردیم، هم برای یک پروژه هم برای چی؟ دو تا پروژه. پس سعی کنین از این مسئله دو سه تا مشابه حل کنین از دوی کتاب. خب حالا بیاید تحلیل رو تحلیل دوره بازگشت سرمایه. ما تا اینجا داشتیم که اگر بدون بازگشت باشه، بدون بازگشت باشه میتونیم با صفر قرار بدیم، NCF هم کنیم جریان نقدی خالص در هر دوره، P ارزش اولیه به علاوه اون میشه باید بشه چی؟ صفر. حالا گفته که چی؟ دو مرتب آی صفره، این سالانش متغیره، این سالانه چی؟ ثابته. یعنی به صورت AW تعریف شده. خب اگه AW بشه NP حساب میکنه، NPش باز هست این همه که بالای فرمسی با راحت زیگمایت از بین میره دیگه. خب حالا گفته اگه آی مثبت بشه آی چی؟ هر دو مثبت بشه، اینا تخفیف خورده باز این متغیر بشه، اینم ثابت بشه، دقیقا همون فرمره بالا تبدیل بشه. فقط این فرق اونها اینه که آی نداره تو فرمولامون، اینجا آی باید آی رو هم اعمال کنیم و طول اون طول دوره هم چی؟ حساب کنیم. خب بخون بیدم اینجا چی گفته؟ گفته که نکاتی باید توی دوره در مورد تحلیل بازپرداخت به خاطر بسپاریم. بازبرداخت بدون بازگشت ارزش زمانی پول رو نادیده میگیرن. یعنی اگر بازپرداخت داشته باشیم ولی ارزش ولی پولمون بیشتر نشه، اینجوری ارزشی برامون نداره. پس هیچ بازدهی یا برامون نداره. هیچ جریان نقدی پس از دوره بازپرداخت در تحلیل در نظر گرفته نمی شود. اگر انظار میرن جریان های نقدی مثبت باشن، بازده ممکن است بالاتر باشن. رویکرد تحلیل بازپرداخت با تحلیل PW، AW، ROR و BBC متفاوت است. یک جایگزین متفاوت ممکن است با استفاده از بازپرداخت انتخاب شود. به بازپرداخت به عنوان یک ابزار مکمل تکیه کنید برای یک تصمیم قابل اعتماد از PW یا AW در مارشون استفاده کنید. مارشون این چی؟ سوده ای آیه همون 15% اینو تو سال قبل اگر مینیموم اتکتیزه، یعنی نرخ بانکی مینیموم. بازپرداخت با تخفیف آی بزرگتر از 0% حس خوبی از ریسک درگیریم. یعنی اگر آی داشته باشیم، یعنی همون سوددهی داشته باشیم بهتره. مثلا توجیه داره. خب یعنی از اینو از این همین اطلاعات چی برداشت کنیم؟ یعنی هر مسئله‌ای که می‌خوایم بازپرداخت داشته باشیم اون چهار حالت رو براش بررسی کنیم. خب مثلا گفت با هم دادیم شد حساب کنیم با PW AW ROR. خب همون NP دورمون رو به ما میده، تعداد دورمون رو به ما میده. اصلا سوال من کردن این روش با اون روش قبلی که حساب کردیم چه تفاوتی میکنه؟ دقتشو میشه گفت؟ ما الان دو تا پروژه داریم، دو تا پروژه اومده مثلا PWش بهتر شده، AWش بهتر شده، ROR رو حساب کردیم بهتر شده، BBC رو حساب کردیم بهتر شده. خب پس این دیگه چیه؟ گرفتی سوال هم چیه؟ آره جواب اینه. آجب نه. گفته این بودن یک بازپرداخت بودن یک افضل چیه؟ مکمله برای مکمل. یعنی این باید کاری که انگار اوناها رو کامل میکنه. اگر فقط با اونا انجام میدید احتمال داره که تصمیمی که میگید خیلی درست نباشه. یعنی پس شما اگه مثلا توی پول جا فقط همین رو بلد باشی کافی نیست. این یکی کافی نیست. این کافی نیست. این باز دو سه تا حالت داشت. دلتاهاشو داشت. نمیدونم هزینه ها رو بالا بذارید، پایین بذارید، هزینه خالص بذارید. حالا اومده که اگه بگید نت کش فلو رو هم حساب کنید بیارید تو فرمولا، NP هم حساب بکنید، این تصمیم گیری دقیق تریه. این میشه یک مکمل بهتری. تا اینجا قبوله؟ حالا ببینیم که اگه مثالی داره حساب کنید.
خب بگو چی گفته؟ دو قطعه مدل تجهیزات بازرسی کیفی برای خرید توسط حالا این اسم مؤسسه هست یا اسکار دیالکتریک در نظر گرفته شده. انتظار میره دو تا ماشین اندازه کافی همه کاره و از نظر فناوری پیشرفته باشن تا درآمد خالص طولانی تر از ماشین یک رو ارائه بده. حالا دو تا ماشین رو گفته، هزینه اولیه ماشین اول 12000 تا، ماشین دوم 8000 تا، MCF سالانه 3000 تا ماشین اول و ماشین دوم 1000 تا سال اول تا پنجمه. ماشین اول طول عمرش 7، طول ماشین دوم 14. بازدهی رو گفته 15%. بعد برای توصیه ماشین احتمالاً اون قسمت بعدی جواب بشه. الان پس دنبال چی بودیم؟ الان میخوایم ببینیم که ماشین یک برای ما مناسب تره یا ماشین دو. حالا ماشین یک 12000 تا توجیه نداره من بخرم. خب ماشین دو 8000 تا. طول عمرش اون یکم بیشتره. سردار میشه گفت که دومی بهتره. همین چیزیه یا نه؟ خب اومده ماشین اول رو حساب کرده، درسته؟ بله. ماشین اول پی 12 آرم داده 3000 تا، این پیش رو حساب کرده، این پی شده 6.57. خب این پی اینه که شده چی؟ 9.52. خب این یک آ 100000 تا هست، اون یکی هم چی؟ 3000 تا. یعنی که اولش 1000 تا هست، بعدش چی؟ 3000 تا. 3000 تا. خب این اگه چی نت کش فلو بود ها، 1000 تا و 3000 تا، پس به سمت بالا هست، اگه باید به سمت پایین بود دیگه. پی ای که به سمت پایینه. خب تو اون فرموله گذاشته، تو فرموله آی، چون آی داشتیم دیگه. احتمالا من داشته باشم نمیدونم. بیا خب این پی رو از اون فرموله آی گذاشته. آره کسی با صفر قرار داده در آماده. این 952 فکر کنم مال اینه. دقیقا نه این پنجه که. خب نه دیگه، یک دوره پنج سال اول با دو تا پنج سال هم برای بعدش داره در نظر میگیره. یعنی ببخشید NAP منهای پنجش رو داره در نظر میگیره. پنج سال اول 1000 تایی بود. خب به بعدش 3000 تایی داره بررسی میکنه. ها باری کن اینجا اینگاه NAP رو مجهول گرفته. آره NAP رو گفته یک بار با پنج، یه بار چی؟ با اون 3000 تا. اینگاه 3000 تا رو آورده تو اون نقطه. خب بذار تا من این رو بگم این چیکار کنگه. این 3000 تا رو از اینجا آورده اینجا به عنوان F در نظر گرفته، همه اون A رو. بعد با A با اون F آورده اینجا چی؟ تبدیل به P کرده. آخون P A و P F A. خب این A که با اون A میخوره بعد میشه پی دیگه. بعد باز اینم چی؟ پی اف میشه گذاشته. افش باید باید با این بخوره که پی میمونه از آخر. و آخر مثل با صفر قرار داره که از این دوتا این این پیش در اومده 9.52 میشده 6.54. حالا اکنون از انها آنالیز 15% پی دبلیو هر دو وجود داره. خب پی دبلیو یکی شده چقدر؟ 663 تا و پی دبلیو دو شده 2470 تا. یعنی چی؟ خب الان دوره بازپرداختش بیشتر بوده، پی دبلیوش هم که بیشتر شده. تو این دو حالت ما میومدیم ماشین دو رو انتخاب میکردیم دیگه. توی فصل قبلی فکر کنم بود که من همون اولم که گفتم آره میتونم، ولی خب توی معادلات و اینا که بررسی کرده تو معادلات ساده گذاشته اینا، به این خاطر چون قبل از اینکه اصلا انجام بدی میتونی تشخیص بدی کدوم توجیه داره. خب اون کسیه که مهارتشو داره. اگر نه واقعیت باید چی بررسی کنی. خب حالا نکته که وجود داره باز این خطا انگیزه گفته آنها رو در طول چی 14 سال مقایسه کنی.
PW1 شده 663 تا، PW2 شده چی؟ 2670 تا. خب ما باید الان اولیه رو انتخاب بکنیم که کجا میشه برای 14 سال؟ LCM 14 مقایسه کنیم برای دیدم آخون، این مال 14 سال شده 663 تا، 3 تا. این مال 14 سال شده چی؟ خب این میشه گفت تو واقعیت امکان نداره دیگه، چون مثلا ممکنه ماشین یک بعد از 7 هفت... یعنی ممکنه که 100% ماشین یک بعد از 7 سال نیاز به یک سری هزینه های اضافی داره. اصلا نداره اون وقتی نگفته یعنی که چی وجود نداره. ناگهان مسئله رو با هم اینجوری نمیتونیم چیز کنیم، یعنی حتما رو این چیزا وجود نداره. خب اون گفته ماشین این حالا تو جزئیات بگو ماشین دو انتخاب بکنیم، این پی دبلیو حساب می‌کنه. از ال سی ام استفاده کرده، بخاطر ال سی ام 14 استفاده کرده که طول عمر هر دو رو یکی کنه. فکر کنم تو فصل 11 این کارو انجام میدادیم. که ما توی مقایسه هامون باید کار میکردیم که طول عمر برابر باشن دیگه. من نفهمیدم. لاغر من استفاده ما تا الان هر چی پی دبلیو کوچیک‌تر می‌بود انتخاب گزینه‌ام واضح جولی بزرگتر می نه آقای محترم ها هرچی هزینه اول پروژه‌مون کمتر بشه بهتره دیگه. ما توی این مسئله با توجه به اطلاعات قبل که داشتیم گزینه اقتصادی اینه نه این تا اینجا قبوله؟ خودش هم گفته باید تو توضیحات بخونی ما گزینه اقتصادی، اما توی اینجا اومده گفته ما با این محاسباتی که انجام دیدیم رفتیم رو نت کشفلو که حساب کردیم با این پی که حساب کردیم دیگه اینجوری نیست. اینجا میاد از لحاظ مقدار با هم مقایسه میکنن. خب از لحاظ مقدار این بیشتره دیگه. خب حالا که از عددی این بیشتره، خب پس ماشین کدوم انتخاب میشه؟ ماشین دو انتخاب میشه. خب خب بگو این چیزی الان بازم به همی رسید که پی دبلیو بزرگتره دیگه. ها این حتی این پی دبلیوش فکر کنم چون مثبت شده اینجوری شده، اگه منفی میشد شاید اینجوری. ما الان توی فصل قبلی ما همیشه منفی داشتیم. خب منفی رو که یا خواهش میکردیم نه، اگه منفی تر باشه گزینه‌ای بهتره که کمتر منفی باشه. من همین رو میدونم. خب بس همین دیگه، بازم هم میشه بزرگتر بودنه. آره میشه بزرگتر بوده. آه اندازه چی؟ نه قد مطلقی نه اونجا دیگه. آره اینجا چون مثبته قد مطلقی. خب حالا گفته دیدگاه، گفته این مثال خوبی است برای چی؟ بخون این مثال خوبی از اینکه چرا تحلیل بازپرداخت برای قراردادگری اولیه و ارزیابی خطر تکمیلی بهترین استفاده است. اغلب یک جایگزین کوتاه مدت که توسط تحلیل بازپرداخت ارزیابی می شود ممکن است جذابتر به نظر برسه. زمانی که جایگزین با عمر طولانی تر جریان نقدی در اواخر عمر خود داشته باشد اون را از نظر اقتصادی جذابتر می کنه. نکات مهمش گفته که مقدار نقطه به نقطه بی تفاوتی برای پذیرش یا رد یک پروژه سر به سر اگر مقدار QBE ایش کمتر باشه قابل قبوله. دو نقطه سر به سر جایگزین اگر سطحش کمتر از سر به سر باشه جایگزین هزینه متغیرش میشه، یعنی شیب کمترش رو انتخاب کنیم. توی اون مثال هم بررسی کردیم دیگه. بعد گفته بازپرداخت زمانی برای بازیابی سرمایه گذاری رو تخمین میزنه. بازگشت سرمایه میتونه آیش 0% باشه یا بزرگتر از 0 باشه. از بازپرداخت به عنوان مکمل پی دبلیو یا سایر تجزیه و تحلیل‌ها استفاده کنید، زیرا ان پی جریان های نقدی پس از بازپرداخت را نادیده میگیرد و اگر آی برابر 0% باشه ارزش زمانی پول رو نادیده میگیره. بازپرداخت برای درک ریسک اقتصادی در یک پروژه مفیده. یعنی که ریسک اقتصادی ها رو ما میگیم با این روش بازپرداخته، از این روش تجزیه و تحلیل اقتصادی میشه بازپرداخت دیگه. انگار ما دیگه داری اسمه نه تمام
با این انگار شروع میکنیم ریسک اقتصادی رو، مسائل رو برام بررسی کردن. پس ما انگار توی تمام پروژه‌های جدید که دیگه NP داریم، پس NP میایم مسئله رو حل میکنیم. یعنی باید اول NP رو حساب کنیم و تو حالت قبلی رو میاریم توی اون مثلا 7 سال، 7 سال رو میکردیم 14 سال، 14 سال رو با هم چی مقایسه میکردیم، هر کنون پی دبلی کمتری بود گزینه پی دبلی بیشتر. قبلا خب منفی بود. آره اصلا نگه، ما الان تو حالت قبلی الان فرض کنیم در بودیم 6.50 هست. آره. تو عمرش چقدر بود اصلا این؟ 7. اینه که چی بود؟ 14. این پی شد چند؟ 9.52. حالا بر اساس 9.52 6.57 میایم مثلا حل میکنیم دیگه. این یک لول از اون حالت قبلی چی؟ بالاتره. حالت قبلی میومدیم اگه این 14 بود این 7 بود، اینم 14 میکردیم، اینم 14 میکردیم، تو دوره ثابت میومدیم با هم مقایسه میکردیم. اما اینجا چی؟ نه، هر دو رو باید انجام بدیم، هر دو رو جدا جدا این پی ها رو حساب میکنیم و از این پی ها میکنیم تا آخر چک میکنم. ممنونم و سپاسگزارم. در کنار هم باشیم.